آسمون چشمام هم رنگ پاییزم، حال بقیه امشب خیلی غم انگیزم، نگم بد و سهنی شب و فقط یه خواب، یه مادری که خاک بقی رو به چشم تر میذاره، به جای ماها روزه میخونه، رو خاکا سر میذاره. غریب مادر، غریب مادر، بذار اگه میخوام دلم باز بشه برا روزه، خیلی حرف دارم، همیشه گفتن باید به ریز بیدای جور دیگه احترام گذار، احترام آقامونو نداشتن، نیمه شب ریختن تو خونه یزرد، هجومشون نگذاشت عبا رو برداره، فرصت نشد اصلا از آشو بردار، چیزی نمیبینم، خونه پر از دوده، رو دیوارا جای آتیش نمرود، تو نیمه شب عرش خدا رو با نره هاش لرزوندم، با لگداشون به درب خونه بچه ها مترزوندم، نیمه شب ریختن تو خونه یزرق، حضرت تو نماز شب بود عبارم، جا نماز رو از زیر پاش کشیدن، با صورت رو زمین و جلو زن و بچهش بی امامه کشوندنش بیرون، دستاش رو بزدن، اما به ناموزش جسارت نکرد، یکی میگو آقا را بی امامه نبری، پا برهنه نبری، هی برات روزه تدایی میشه، من بمیرم برای اون آقایی که دستاش رو بزدن، در خونه جا آتیش زدن، آی غیرتی ها جلو چشمش سیلی به ناموزه، الهی بشکنه دست مغیره، یه جوری زد داده علی بلند، شرمندگی مرد، یا گوشتو بگیر یا حقشو ادا کنم، شرمندگی مرد، درد بی درمونه، دست منو بستن جلو در خون، همسایه ها دیدم از غصه جون دادم،
کشوندنم رو خاک از نفس افتاد. یا الله پشته مرکز. میدونی چجوری روزه رو مجسم کن؟ اینکه بابا یه آدم رو هل بدن پشته مرکب وسط کوچه خوردم زمین با پهلو یاد مدینه روزه میخونم از اون قلب و باز ابن ربیع ملعون سوار بر از شد دستای این پیر مرد و بزدن نانجیبه این میتازید ای امام صادق زمین میخون گاهی آقا رو رو زمین میگشید وسطای بیابون پاش روی خارا میرن آی آی جانم آقا جان شما یه مرد بودی پادم قد ازیاد جان من یه دختری میشناسم پاش کوچولو وسط بیابون ای میگم بابا پام درد میاد جانم به این گریه ها چه خبره اگه این شهر نفس میکشه به برکت همین روزه ها و گریه های شما اصلا حضرت آوردن تو گاخ منصور آقا نفس نفس میزنه صورت زخمی لباس ها پاره نانجیب همچی که نشسته بود خواست غرور حضرت رو بشکنه او زهر ماری رو میخورد به آقا تارم کار به جایی رسید شمشیر رو کشید آقا رو شهید کنم یه وقت دیدم تا شمشیر و منصور کشید مقابل امام صادق دیدن دستش داره میلرزه صورتش رنگ جوز شد چی شد منصور گوه همچی که من شمشیر کشیدم تا الان من روزه خوندم حالا تو روزه بخون فرمود شمشیر الله میگه تا شمشیر کشیدم دیدم مقابل وجود نازنین پیغمبر میفرماید منصور شمشیر رو از بالا سر جگر گوشم کنار بزن و الا تاج و تخت تو به هم میریزم یا رسول الله یه شمشیر بالا سر امام صادق دیدی طاقت نیاوردی من بمیرم های حالا معلوم میشه کیا معتلنا کیا منتظر محرمن من بمیرم برای اون خانومی که با عجله دمید اومد بالا بلندی دید حسین افتاده شمشیر دار شمشیر میزنه نیزه دار نیزه میزنه اونایی که حربه ای نداشتن سنگ آورده بوده حسین